توسعه صنعت بازیافت این بار با بومیسازی دستگاه تصفیه روغن‌های صنعتی. تصفیه خانه روغن و گوگرد زدایی از یه سری میعانات گازی هست که میان عمل حذف گوگرد رو انجام میده و تصفیه روغن که با توجه به تکیه دانش داخلی بومیسازی شده. الحمدلله اینو تکنولوژی دست چند کشور پیشرفته بود که ما تونستیم اینو در مرحله تحقیق و توسعه به تولید برسونیم. متخصصان این شرکت فناور تلاش کرده اند نمونه ارتقا یافته در مقایسه با نمونه های خارجی طراحی کنند. تونستیم یه سری ایراداتی که حتی دستگاه های خارجی داشته رو روی این رفع عیب کنیم و فرایند رو به کاری کنیم که بشه میانات بیشتری و فرایندهای بیشتری رو با یک دستگاه انجام دهیم. و قیمت هم کمتر تمام شده و صادرات آن هم در دستور کار شرکت بوده است. به تضمین میتونم بگم 60% قیمت محصولات خارجیش در میاد. دارای 1 سال گارانتی هست و 10 سال خدمات پس از فروش. تونستیم به تمامی کشورهای همسایه از قبیل ارمنستان، پاکستان، عراق ارائه بدیم. این شرکت علاوه بر این چندین دستگاه ویژه بازیافت و امها را هم طراحی کرده است. دستگاه های ما دستگاه ماشینالات بازیافت در زمینه بازیافت نایلون، شیشه، سیم و کابل، ضایعات فلزی. نمونه دستگاه سانتریفیوژ خوشکن هست که برای خشک کردن مواد پلیمری که بعد از شستشو و بازیافت انجام میشه. این دستگاه میاد فرایند آبگیری رو انجام میده که سریعتر به فرایند بعدی برسه. نمونه دستگاه بعدی نمونه دستگاه کندور یا کامپکتور یا فشرده ساز است که نایلون ها وقتی به صورت پرک و سبک هستن رو فشرده سازی میکنه که هزینه حمل و نقل کمتر بشه، در مراحل بعدی که میره به گرانول سازی راحت تر فرایند انجام میشه. نمونه دستگاه کوچیک و ماکت دستگاه بالمیل رو میبینید که در معدن ها کاربرد داره، در جاهایی که میخوان سنگ های معدنی رو پودر کنن کاربرد فراوانی داره. نمونه دیگه دستگاهی که میبینید خرد کردن مواد پلیمری، حالا لاستیک ها، نایلون ها، سبد ها، سپر ماشین، میاد انجام عمل خردایش رو انجام میده که میرن در مرحله بعدی به شستشو میرسن. به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در ایران فقط حدود 20% زباله ها بازیافت میشوند و این دستگاه ها آمده اند تا این درصد را افزایش دهند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.